بچه ها میخوایم این دفعه در مورد تقسیم عدد گویا صحبت کنیم. اگر تو باشید تو ضرب عدد گویا دیدیم هیچ جدیدی نداشت، همون ضرب عدد کسری بود، همون ضرب عدد مخلوط بود، فقط با این تفاوت که باید علامت ها رو هم محاسبه میکردیم. تو درس جلسه قبل باید معکوس کردن رو گفتیم. ما میومدیم تو سال ششم یه شعر خندداری هم میگفتیم برای اینکه بچه ها تقسیم کردن عدد گویا رو یادشون نره. بعد اینکه تقسیم عدد گویا رو یادشون نره، این شعره این بود. میگفتیم آقای ضرب میکنه، میمونه پشتک میزنه. منظور از اون پشتک زدن همون معکوس کردن کسر دومه. اینو برای بچه کوچیکتر میگیم که با شعر حفظ کنن ریاضیو. خب برید اول تقسیم عدد گویا. گفتیم که کسر اول رو مینویسیم و کسر دوم رو معکوس میکنیم، علامت رو حساب میکنیم و ضرب رو انجام میدیم. پس تقسیم اول به ضرب تبدیل میکنیم، علامت رو حساب میکنیم، حاصل رو به دست میاریم. اما یه تذکر یا یه نکته مهم، اگر دو عدد مخلوط بود حتما باید اول به کسر تبدیل شه سپس ضرب به ضرب تبدیل نماییم. یعنی تا دو تا عدد مخلوط رو کسر نکردی حق این که بیای به ضرب تبدیل کنی یا معکوسش بکنی و نداریم. ایاتون باشه تو معکوس کردن اعداد مخلوط هم میگفتیم باید به کسر تبدیل بشه. خب بریم با هم یه چند تا مثال ببینیم. حاصل تقسیم زیرا به دست بیاورید. منفی 15 16 هم تقسیم بر منفی 21 20 هم. همه تون دیگه الان میدونید باید چیکار کنیم. بریم با هم پاسخو ببینیم. میگیم منفی در منفی که میشه مثبت، علامت رو مشخص کردم. 15 16 هم ضرب در جای صورت و مخرج رو عوض کردم. 20 21 هم تا حد امکان ساده میکنیم. به 3 ساده میشه، میشه 5، میشه 7. به 4 ساده میشه، 5 4 16 به 4 4 20 به 4 5. ضرب انجام میدیم میشه مثبت 25 28 هم 4 7 28 تا 5 25 هم. دقت کنید که این مثبت رو میتونیم دیگه نذاریم، میتونیم هم بذاریم، در اختیار شماست. من دوست داشتم که نذارم، شما اگه دوست دارید میتونید بذارید. بریم با هم تقسیم دو عدد مخلوط رو ببینیم. پس برای کسرها بسیار ساده بود، فقط کسر اول رو نوشتیم، کسر دوم رو معکوس کردیم، علامت ها اول حساب کردیم. بریم با هم یه تقسیم عدد مخلوط ببینیم. منفی 2 و 1 نهم تقسیم برای 1 و 5 ششم. خب بچه ها برای این کار حاصل هم که میشه قطعا منفی. اگر تستی داشتیم همینجا معمولا دو تا تست گزنه مثبت، دو تا گزنه منفی تو تست ها. اگر تستی داشتیم چون میگیم منفی در مثبت میشه منفی، حاصل منفی است. تمام، میتونیم گزنه هایی که مثبتن رو حذف کنیم. به حالا با هم پاسخ رو ببینیم. منفی در مثبت که منفی. حالا میگیم 2 9 تا 18 و 1 19 نهم، 1 6 تا 6 تا با 5 تا 11 ششم. الان چه اتفاقی میفته؟ این منفی و مثبت که میشه منفی حاصل دوباره، فقط باید بیاییم 19 نهم و ضرب در 6 11 هم کنیم. 19 نهم ضرب در 6 11 هم. به قول بچه ها تو سال 6 هم ما گفتیم آقای ضرب میکنه، میمونه پشتک میزنه. خب ساده میشه، به 3 میشه 2، مخرج میشه 3، میشه 38 33 و منفی 38 33 به همین راحتی. خب بریم با هم یه مثال دیگه ببینیم، ولی این مثال یه مقدار با مثال قبلیمون فرق میکنه. تقسیم اعداد اعشاریه. بچه یادتون باشه اعداد اعشاری نیز نوعی اعداد گویاست. اعداد اعشاری نیز اعداد گویان. بریم با هم یه مثال ببینیم. منفی 5 و 2 دهم تقسیم بر منفی 1 و 3 دهم. خب من میگم منفی به منفی مثبت، پس حاصلم قطعا مثبت، فقط باید تقسیم رو انجام بدم. حالا یا به کمک کس یا به کمک تقسیم معمولی، به روش های مختلفی میتونید تقسیم اعشاری رو انجام بدید. بریم با هم پاسخ رو ببینیم. میگم 5 و 2 دهم تقسیم بر 13 دهم. میتونستیم به صورت تقسیم معمولی هم تقسیم رو بنویسیم و حل کنیم، هر جور که شما مایلید. میشه 52 دهم ضرب در 10 13 هم معکوس میشه. 10 با 10 میره، 52 هم با 13 میره، 52 با 13 میشه 1 به
4 10 و 10 همیشه 1 به 1، در واقع میشه 4 یکم که مساوی میشه با 4. بچه ها یادتونه تو ضرب حد گویا که برای شما این معکوس کردن رو یاد دادیم، تو معکوس ها یه نکته آخر سر گفتیم، گفتیم حاصل ضرب هر عدد در معکوسش برابر است با 1. پس اگر 1 رو تقسیم بر هر عددی بکنیم میشه معکوس اون عدد. پس بعد یادمون باشه 1 تقسیم بر هر عددی میشه معکوسش. به عنوان مثال 1 تقسیم بر منفی 5 ششم. بچه ها من میگم جوابشو بدون محاسبه میگم میشه منفی 6 پنجم. بریم با هم محاسبه کنیم. میشه 1 منفی 1 یکم، چون مساوی منفی که منفی 1 یکم، ضرب در 5 ششم میشه 6 پنجم، میشه منفی 6 پنجم. بچه ها دیدید اصلا بدون محاسبه من میتونم همین اول اینو معکوس کنم بگم منفی 6 پنجم. یه مثال دیگه هم ببینیم که دیگه محاسبه نکنیم با هم. 1 تقسیم بر منفی 3 هفتم. پس بدون محاسبه ما میتونیم بگیم جا به این میشه منفی 7 سوم. یعنی فقط کافی این دوتا رو جا به جا بکنم، علامت رو هم حفظ کنم. پس یادمون باشه در تقسیم 1 بر هر عددی حاصلش میشه معکوس اون عدد.